درودی مملو از مهر در شبهای آزرین میهن بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک ورق میزنیم تازه های از امروز ایران در ایران فردا با آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها از منابع مختلف رسانه ای از جمله روزنامه های امروز نخست مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و مطالب برگزیده امشب جدال بر سر پوشش خبرهای خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با تأکید و اصرار محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بر انتشار اخبار خاتمی در برابر فشارهای قوه قضایی داعشی شدن فضای افغانستان با ستیز و گریز و کشته شدن نیروهای داعشی در این کشور پیشتر طالبان زده ادامه واکنش ها به حضور جنجالی حسن روحانی در دانشگاه شریف در روزنامه های امروز ایران ترکیه تهران بر خط تهدیدهای لفظی با تازه ترین تهدید نوبخت به دولت ترکیه تازه های از انتخابات پیش روی مجلس خبرگان با نامزدی مالی و البته قطعی حسن خمینی از سرگیری پروازهای ایر فرانس به تهران و بالاخره پایان پرونده پی ام دی در پرونده هسته ایران و غرب سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه 18 آذر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش آغازین برنامه مروری بر چند خبر کوتاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را با آزادسازی بخش های مهمی از منطقه رمادی در عراق از سوی ارتش این کشور پی میگیریم ارتش عراق در بیانیه‌ای در هفدهم آذر ماه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور بخش بزرگی از رمادی را که به تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی درآمده بود باز پس گرفتند رمادی مرکز استان الانبار عراق است که بزرگترین استان و از مهمترین مناطق راهبردی آن کشور به شمار می‌رود از اردیبهشت ماه ایرانی سال پیش تا کنون نبردها برای بازپسگیری این شهر مهم عراق ادامه داشت و تاکنون نیز نیروهای نظامی اراق موفق به کنترل کامل آن نشده اند. سخنگوی سازمان ضد تروریستی عراق گفت که پیکار جویان حکومت اسلامی هیچ راهی ندارند جز اینکه تسلیم شوند یا به نبردها ادامه دهند و کامل نابود شوند. از عراق به سوریه گذاری خواهیم داشت که تازه ترین خبرها حکایت از اولین حمله روس ها در سوریه دارد آن هم از طریق زیردریایی اعزامی روسیه به لازقیه سرگئی شیگوف وزیر دفاع روسیه هفته همه آزر ماه گفت که حملات اخیر کشورش طی سه روز گذشته 300 موضع مختلف را هدف قرار داد و به نیروهای ویژه سوری کمک کرد تا جعبه سیاه جنگنده سرنگون شده را نیز پیدا کنند وزیر دفاع روسیه افزوده است که زیر دریایی روس توف اوندون در دریای مدیترانه چند موشک کروز به اهدافی پرتاب کرده است به گفته شیگو حملات هوایی و مشک های پرتاب شده از طریق زیر دریایی موفق بوده و تمام اهداف نابود شدند به گزارش خبرگزاری فرانسه ولادیمیر پوتین نیز رئیس جمهور روسیه روز سهشنبه گفته بود که مشک های پرتاب شده از زیر دریایی قابلیت حمل کلاهک هسته را دارند ولی امیدوار هستم که هرگز نیازی به استفاده از آنها در جنگ با تروریسم نباشد حملات تازه یا روسیه در سوریه در حالی صورت گرفت که گروهی از مخالفان خودکامه سوری بشار اسد در ریاض عربستان گرده هم آمدند تا در مورد تشکیل یک جبهه متحد برای گفتگوهای احتمالی با دولت مرکزی سوریه مذاکره کنند. و اما دامنه داعشی شدن از عراق و شامات به افغانستان رسیده است که گویا در یک نبرد بین دو گروه تروریستی طالبانی و داعشیون دهاتن از شورشیان کشته شدند. در این راستا دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان اعلام کرد که در دو رویداد جداگانه در این ولایت 39 شورشی حدودا چهل نفر کشته شدند این دفتر در اعلامیه که به رسانه‌ها ارسال کرد نوشت که در اثر حمله هوایی علیه مواضع گروه طالبان 23 عضو این گروه از جمله یک فرمانده طالبان کشته شد این اعلامیه افزود که در رویداد دیگری بین افراد مسلح وابسته به گروه طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعشیون در این ولایت درگیر رویداد که در جریان آن 16 نفر از دو طرف کشته شدند در ادامه مروری کوتاه بر چند خبر کوتاه با رویداد فرامنطقه ای از خاور میانه به آمریکا می رویم که البته خبرش به خاور میانه ای ها از جمله ایران نیز مرتبط است و باز می گردد تصمیم تازه ای در آمریکا و محدود کردن سفر ایرانیان و چند کشور خاور میانه دیگر به آمریکا مجلس نمایندگان ایالات متحده ای آمریکا محدودیت های تازه ای را برای کشورهایی که شهروندانشان می توانند بدون ویزا به آن کشور سفر کنند تصویب کرده است این محدودیت ها می تواند شامل شهروندان زاده شده در ایران یا شهروندانی که به ایران سفر کرده باشد این طرح با رأی مثبت 407 نماینده در برابر 19 مخالف به تصویب رسید در آن نامی از ایران البته به طور آشکار برده به طور مستقیم برده نشده اما کشورهایی که حامی تروریسم هستند در آن لحاظ شده بود ایالات متحده ایران همان گونه که مستحضرید ایران را حامی تروریسم میداند به گزارش خبرگزاری رویترز این طرح ورود بدون ویزای کسانی که تیک پنج سال گذشته به کشورهای همانند ایران سودان سوریه یا عراق سفر کردند لغو میکند به گزارش شبکه خبری CNN شهروندانی که حتی تابعیت دوگانه این چهار کشور را دارند نیز شامل این طرح شده و باید برای ورود به ایالات متحده آمریکا ویزا بگیرند شهر کامل و مشروع همه خبرهای مذکور را در برنامه آن سوی خبر خواهید دید همینک و تا سانیه های دیگر در بخش دوم و میانی برنامه ی صفحه یک نگاهی خواهیم داشت بر تازه هایی از روزنامه های امروز ایران در ایران فردا. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا همینک و در میانه برنامه با کنکاشی بر کرانه های روزنامه های امروز تهران برنامه رو پی میگیریم انتخاباتی شدن فضای ایران با تصمیم های برخی از نیروهای مصوم به اصلاح طلبان خاصه برای مجلس خبرگان رهبری که میتواند به انتخاب و جانشینی رهبر آتی ایران نیز بیانجامد، هر روز ابعاده تازه به خود میگیرد روزنامه آرمان از تصمیم تاریخی سید حسن خبرداد سید حسن خمینی و به نقل از این روحانی بر جای مانده از خاندان خمینی اعلام کرد که دلیلی بر عدم کاندیداتوری خبرگان وجود ندارد که معنای دیگر مطلب همانا آمدن قطعی این روحانی میان سال محبوب محافل تحول ایران است ورق میزنیم با روزنامه دیگرگوی یا گیر دادن و گاف گرفتن دلواپسان مجلسی برخی از رسانه های نزدیک به دولت را نیز با شوک و عصبیت مواجه می کند آفتابی از در گزارشی با عنوان آلزایمر بودجه به انتقاد دیروز برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد که برخی از دلواپسان به تأخیر 72 ساعته ارسال بودجه به مجلس اعتراض کردن در حالی که فراموش کرده اند که در دولت قبل علا رغم تأخیر 227 روزه دولت وقت در این خصوص سکوت اختیار کرده بودند. <متصفيق> قالیباف در روزنامه های امروز تا حدودی حضور داشت از جمله ابرار از تقدیر 150 نماینده مجلس از شهردار تهران خبر داد ادامه می اظهار امیدواری به پایان پرونده هسته و پی ام دی و شورای حکام بخش وسیع از روزنامه ها رو به خود اختصاص داد از جمله روزنامه خراسان به نقل از عباس عراقچی با اشاره به پیشنویس قطنامه پنج به علاوه خبر داد که پی ام دی بسته و دوازده قطنامه شورای حکام لغو می شود البته در این میان عمده روزنامه های دست راستی نزدیک به محافل تونرو و نهاد رهبری ایران کماکان با اظهار یعص و ناامیدی تمام به مخالفت آشکار و مشهود موضوع کوشیدند که موفقیت های دیپلماسی هسته دولت رو به گونه زیر سوال ببرند از جمله روزنامه رسالت با طرح چند پرسش و ایجاد ابهام و ایهام در یادداشت نسبتا تند و حتی آمرانه از کارشناسان عرصه رسانه و سیاست خواست که نگاه سفید به گزارش خاکستری نداشته باشند و حتی گفت ممنوست محافل راست گزارش آژانس رو تا حدودی ما هم با واژه خاکستری میخوانند رسالت نزدیک به جمعی از معتلفه های نزدیک به جناح بازار در نوشتاری بعد بینانه پیش بینی کرد که آژانس و شورای حکام میخواهند بخش فنی پرونده پی ام دی رو باز نگاه دارند لازم به توضیح که اشاره کنم در واقع واژه پی ام دی در پرونده هسته ای ایران همانا به بخش مشکوک و نظامی موضوع برمیگردد که قرار است پس از اطمینان کامل شورای حکام برای همیشه بسته شود در این راستا روزنامه رویش ملت اما به نقل از علی اکبر ولایتی مشاور ارشد علی خامنی در واقع وزارت خارجه بیت در امور بین الملل گفت که هر گونه ادعای جدید بعد از بسته شدن پی ام دی رو قبول نمی کنیم ادامه میده هم و ورق میزنم با سایر روزنامه های برگزیده برنامه امشب جنجال بر سر یک روزنامه و یک شخصیت سیاسی مقهور در نظام فقها ها روزنامه اطلاعات و سید محمد خاتمی مجددا با تازه ترین اظهار موضع محمود دعایی رفیق دور و دیر محمد خاتمی مبنی بر اینکه باز هم خبرهای خاتمی رو در روزنامه کار میکنیم وارد جنجال و جدال تازه شد در این میان محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات گفت که سیاست این روزنامه در قبال انتشار عکس و سخنان خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران تغییر نخواهد کرد دعایی اشاره کرد ما اخبار معمول ایشان یعنی خاتمی رو در روزنامه اطلاعات منتشر میکنیم و کماکان مثل گذشته امال خواهیم کرد همون گونه که در خبرهای روز گذشته و شب گذشته به آگاهی شما بینندگان عزیز رسید خبرگزاری قوه قضایی به نام میزان اشاره کرده بود که سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در ایران به دلیل انتشار عکس و سخنان خاتمی در روزنامه اطلاعات اعلام جرم کرده و خواهان رسیدگی به این شکایت از طریق دادسرای ویژه روحانیت شده است اما آقای دعایی گفت که احزار نامی از دادگاه ویژه روحانیت دریافت نکرده و برخلاف برخی اظهار نظرها به دادگاه ویژه روحانیت نرفته است روزنامه اطلاعات بخش از گفتگوی سردبیر روزنامه لبنانی از سفیر با محمد خاتمی رو در شماره روز یکشنبه شنبه پانزده آذر ماه با تیتر درشت خاتمی باید گفتگو کنیم چپ کرد نکته جالب در این اصرار ورزی روزنامه اطلاعات آن است که روزنامه اطلاعات در شماره دیروز سه شنبه خود نیز مطلب مفصلی را به گفته‌های خاتمی در جریان دیدارش از مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسای صدر اختصاص داد که با واکنش رسانه های کار روبرو شد. در این مطلب به عنوان رئیس بنیاد باران، خردگرایی و دادگری بنیاد شیعه واقعی است، به مقام پیشین او یعنی رئیس, جمهوری ایران اشاره نکرد خبرگزاری میزان در واکنش به این مطلب نوشت که اقدام امروز روزنامه اطلاعات که برای چندمین بار از زمان اعلام ممنوع و تصویری سران فتنه صورت میگیرد موجب شد تا شاعبه صحوی بودن این اقدامات قانون شکنانه در این روزنامه از بین برود به نوشته خبرگزاری میزان خبرگزاری وابسته به قوه غذاییه که در واقع واکنش بسیار تندی داشت مدیر مسئول روزنامه اطلاعات با توجه به اعلام جرم علیه ایشان با انتشار دوباره مطلبی مرتبط با خاتمی به قانون و ملت دهن کجی کرده است نظر به اینکه محمود دعایی خودش از سوی علی خامنه‌ای منصوب شده و از سوی دیگر خاتمی هم مقهور شخص و مغضوب علی خامنه‌ای است و رهبری ایران دستور محفلی و مخفی داده که خاتمی رو از رسانه ها منع کنند بایستی منتظر واکنش ها و تنش های احتمالی میان محمود دعایی و علی خامنه ای نیز باشیم که چه بسا به برکناری این روحانی در روزنامه اطلاعات منجر شود ادامه میدهم با سایر مطالب روزنامه ابرار اقتصادی و البته بسیاری از روزنامه های دیگر از سرگیری پروازهای ایرفرانس به تهران را برجسته تر از سایر مطالب منتشر کردند بر اساس گزارش روزنامه ها این شرکت روز سهشنبه 8 دسامبر اعلام کرد که از آپریل 2016 هفته سه بار یعنی روزهای چهارشنبه جمعه و یکشنبه پرواز مستقیم خود را از فرودگاه شارل دوگل پاریس به فرودگاه خمینی امام خمینی تهران برقرار می کند پرواز مستقیم ایر فرانس از پاریس به تهران گویی یا به علت مشکلات مالی از سال 2008 متوقف شده بود بخش عمده از توقف پروازهای اروپایی به تهران به دلیل افزایش تحریم های بین علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت بر روی وبسایت این شرکت اشاره شده بود که ایر فرانس می خواهد از سرگیری روابط بازرگانی حمایت کند چون اتحادیه اروپا چهارمین شریک تجاری ایران محسوب می شود و باز محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در ستون سرمقاله اصلی شماره امروز این روزنامه با انتشار نامهای به حسن روحانی خواهان برخورد با کسانی شد که بدون دلیل و سند حق شهروندی و آزادی برخی از شهروندان را سلب می مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در سرمقاله امروز روزنامه اطلاعات از حسن روحانی خواسته بود که ماده ای از قانون اساسی رو به اجرا بگذارد که در آن پیش بینی شده هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که برخلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب می کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی به تعبیری محروم نمایند علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد در نامه محمود دعایی به رئیس جمهوری ایران از جمله اشاره شده بود که چند پیش دادستان تهران در جلسه که با حضور برخی مدیران مسئول جراید از جمله این جانب برگزار کرد خواستار عدم انتشار مطالب و تصاویر محمد خاتمی شد که در همانجا به ایشان عرض کردم با توجه به اینکه این اقدام شما مبتنی بر سلیقه است و نه قانون و مصوبه در این خصوص وجود ندارد روزنامه اطلاعات این امر را نخواهد پذیرفت ادامه میده هم با دیگر مطالب برگزیده امشب در روزنامه های مختلف تهران حسن روحانی و اظهارات جمعی از مردان اصلاح طلب در دانشگاه های کشور کماکان مورد نقد و حجمه و تخریب برخی از رسانه های تندروی نزدیک به جبهه اصولگرایان است اگر قدرت در هر کشوری مورد انتقاد و سوال قرار نگیرد به انحراف و استبداد خواهد کشید <التصفيق> <regel> هیچ کس نباید خود را مستثنا از سوال ملت بداند که کار هر روزش چنین است و در دو روز پیاپی پی به نشست روحانی و نشست های مشابه 16 آذر ماه در برخی دیگر از دانشگاه ها تاخت و با بکارگیری از تیتر بزه که نشانی از بابک زنجانی داشت جمعی از مردان کارگزار شرکت کرده در برخی از نشست های 16 آزر را همسان بابک زنجانی دانست که بایستی در زندان باشند ولی در دانشگاه ها کردند کردن همونگونه که میبینید تیت زده بود جای خالی بزه در سخندانی های شانزده آزر که تیتری تن آمیز و نیشاکن بود و اما روزنامه جوان با اشاره به برخوردهای قهرامیز خمینی نخستین رهبر نظام فقها ها با نزدیکان و دوستانش خواستار برخورد قهری و حزبی با میر موسوی شد و در اعتراض و انتقاد از دولت مردانی که در روز دانشگاه و در جواب پرسش دانشجویان وعده دادند که مسئله حس را پیگیری خواهند کرد آن را جریان فتنه امی خواند و نوشت واقعا اگر امام زنده بود با موسوی چگونه رفتار میکرد یدالله جوانی مدیر مسئول روزنامه نظامیان سپاه پاسداران در ادامه سرمقاله روزنامه جوان با اشاره به مختصات واقعی و اصیل امام از منظر وی که حفظ جمهوری اسلامی را اوجب واجبات میدانست و بر همین اساس با هیچ کس تعارف نداشت و عقد اخوت دائمی نبسته بود و با نوه خودش سید حسین خمینی که از سرات به زمه وی مستقیم منحرف شده بود برخورد جدی و حتی دستور حبس خانگی او را صادر کرد یا با منتظری که به تعبیرش حاصل عمر خودشان به حساب می آمد آن برخوردهای سریح و قاطع را نمود با جنبندی این مصادیق نتیجه گرفت که اگر امام یعنی خمینی منظور زنده بود موسوی حتی عمرش به پایان سال 88 هم نمی رسید. که در واقع با زبان بیزبانی خواستار اعدام مرگ و یا حذف فیزیکی میر حسین موسوی نخست وزیر خمینی در زمان جنگ و رهبر جنبش اعتراضی سبز شده است و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز و ارجمند به تماشای ادامه بردامه های امشب از جمله آن سوی خبر این جانب از محضر یک که شما خوبان حافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاه دیگر بار و تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود.